دکتر نصیری گفتن که طوفان یکی از فیوریت خواننده های منه و میدونم که فیوریت خواننده خیلی کسای دیگه هم بود. گفتش که آرزوی من اینه که یک شب با تمام دوستان، با تمام هنرمندایی که با من در از این 30 سال 40 سال کار کردن، بتونیم با هم زیر یه سقف شادی داشته باشیم. یک سالی طوفان تو این اتاق بود، دیگه یک سالی وقتی با یکی زندگی میکنی دفعه جاش خالی میشه، اسم میکنی که هنوز هست. یه دست به چیزی هم فعلا نزدیم، هنوز همون عکس ها هست و چیزایی که چیده شده بود تو این اتاق به همون صورتی که خودش اینجا بود همون جوری هست. بسیار آدم تودار و مهربون، خوشقلب. من راستش از طوفان خیلی چیزا یاد گرفتم تو این یک سال، به خاطر اینکه همون برنامه‌ای که اون شب اتفاق افتاد به این سادگی اتفاق نمی‌افتاد. من حس می‌کنم اون علتش خود پرسنالیتی و شخصیت طوفان بود، دوست داشتن مردم، چقدر طوفان رو دوستش داشتن همکاراش، و رابطه‌ای که طوفان با اونا برقرار کرده بود باعث بر این شد که مثلا اون شبی که هیچ وقت تو تاریخ اتفاق نیفتاده بود اتفاق بود. و من ترسم از این بود که اگر وضعیت جسمی طوفان در عرض این چند هفته آینده خیلی بدتر بشه چه خواهد شد. رو این است بود که من به دوستان طوفان جان گفتم که هرچه زودتر بتونن این برنامه رو برآورده بکنن چه بهتر و دستشون درد نکنه. به عنوان کسی که خب من توی این یک سال تقریبا 24 ساعت وقتم رو با طوفان گذروندم، ازشون پرسیدم که اگر بخوایم ما برای طوفان مهمونی بگیریم، بزرگداشتی بگیریم، شما فکر میکنین که چطور باشه؟ گفتش به نظر من این کار رو هرچی زودتر انجام بده. روز که برگشتیم من با کیان جان صحبت کردم، گفتم کیان اگر که قراره کاری برای طوفان بکنیم he's very sick و امیدواریم که خوب بشه، ولی من نمیخوام موقعیت از دست بره خدای نکرده و طوفان از میون ما بره بدون اینکه این مهمونی که میخواستیم برش بگیریم انجام بشه، چون میدونم که طوفان واقعا دلش میخواستش که یک بار دیگه همه دورش جمع بشن. طوفان به فکر این بود که من میخوام اون شب رو ببینم، این آرزوی منه و انشالله برآورده خواهد شد. این شب تاریخی، شب 31 می، جدن یکی از شبایی بود که من شخصا به عمرم نداشتم. موقعی که من با طوفان روی رد کارپت راه می رفتیم، انرژی که من از طوفان می گرفتم، قدرتی که در بدن این شخص به وجود آمده بود بسیار عجیب بود برای من. خیلی خوشحال بود و کیانم واقعا کم نداشت، نهایت سعیش رو کرد با اینکه یک ویندو خیلی کوچیک، فکر می کنم تقریبا همه این برنامه توی 17 روز یا 20 روز انجام شد که اصلا یه چیز باور نکردنیه. و طوفان دیگه شب و روز نداشت، هی راه میرفت میگفت باریکلا کیانی ببین داره چیکار میکنه، اصلا مثل اینکه طوفان میخواد لباس جنگ بپوشه برای جنگ. طوفان اون شب اینقدر لبخند روی صورتش بود، هر هنرمندی که بالای سنی من دست منو میگرفت میگفت دکتر نصیر نگفتم فلان کسکم امشب اینجاست. موقعی که آهنگای قدیمیشو میذاشتن با موهای افروش ما با هم میخندیدیم و از قدیم
راجبش با من صحبت میکرد. مثل اون روحیه خود طوفان که کلن آدم خیلی متین و آروم و صمیمی بود، اون شبم خیلی قشنگ و صمیمی برگزار شد. یعنی تا جایی که من میدونم امشب این برنامه برای بیش از 70 میلیون نفر هموطنان پخش خواهد شد. میونه این 70 میلیون حتی اگر دو نفر سیگار کنار بذارن، من فکر میکنم روح طوفان شاد خواهد شد که بدونه به خاطر اون شاید دو نفری که میتونستن سرطان شش بگیرن این مسئله رو نخواهند داشت. و موقعی که من در بیمارستان دیدمش، با اینکه بسیار مریض بود، به من نگاه کرد با لبخندی و گفت دکتر نصیر، امیدوارم که شب خوبی داشتی، من که همچین شبی به عمرم نداشتم. و این آخرین جمله‌ای بود که من از طوفان شنیدم. یعنی اینقدر خوشحال هستم. یعنی یکی از آرزوهای زندگیم این بود که یه موقعی بشه که همه هنرمندا رو دور هم ببینم و امشب فکر می‌کنم به آرزوم رسیدم. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to our tribute to Tufan. I would like to thank each and every one of you for being here tonight to celebrate our legendary artist, Tufan, who has touched us with his music and compassion for the past 40 years. His biggest hit single, Khodaya Asamuna, is a song from almost 40 years ago, which to this day, Persians of all ages still sing along to. We are gathered here tonight to let him know we want him to continue his music and performances for us, which have brought us all joy and many memories in our lives. And now, I would like to introduce to you our legend, Mr. Tufan. Thank you.
And now, ladies and gentlemen, coming to the stage, Mr. Parviz Firuzkar. با درود بسیار و خیر مقدم به حضور شما خانم ها آقایان میهمانان عزیز و گرامی خیلی خیلی خوش آمدید و درود فراوان به طوفان عزیز درود به شما عزیزان که امشب با یک حس مشترک با حضورتون در این جشن جشن تجدید دیدار با هنرمند محبوب کشورمون طوفان عزیز آغازی رو فراهم آوردید برای همبستگی‌های بیشتر بین سایر گروه‌ها و طیف‌های گوناگون که متأسفانه بیشتر گرایش به تکروی دارند. زیرا امشب برای نخستین بار تجربه خودم را عرض می‌کنم. برای نخستین بار شاهد حضور چهره‌های مطرح در زمینه هنر ایران در زمینه‌های گوناگون هنر ایران و همچنین چهره‌های مطرح در رسانه‌های گروهی اهم از نوشداری، دیداری، شنیداری همه در زیر یک سقف گرد هم آمدند. بسیار باشکوه و امیدواریم که همونطور که عرض کردم آغازی باشه برای همبستگی‌های بیشتر در آینده و ارج نهادن به چهره‌های محبوب و مطرح جامعه خودمون در همه زمینه‌ها چه هنری چه رسانه‌ای و و و و اما بپردازیم به طوفان زندگی ساز. خیلی جالبه این طوفان تنها طوفانیه که وقتی که آغاز بشه زندگی بخش، لذت بخش، شادی آفرینه و وقتی هم که در روابط معمولی زندگی با طوفان شما نشست و برخاست میکنید به جرأت میشه گفتش که نسیم زندگی سازیه. ذات طوفان، شخصیت طوفان، نمیدونم اون عزیزانی که با طوفان نزدیک بودن تا چه حد این حس رو گرفتن که مطمئنم گرفتن. من خودم تجربه کردم شما وقتی که با طوفان نشستید و صحبت میکنید یه حالت مدیتیشن داره به خاطر اون درون پاکش، اون ذات خوبش و نوع سخنش، صحبتش، صداش به راستی به انسان یک آرامش خاصی میده و من در اینجا همراه با شما عزیزان و دیگر مهمانان گرامی که جزء هیچ گروه و رسانه‌ای نیستن که امشب حضور دارن و خیر مقدم میگم حضور تک تک این عزیزان خدمتتون عرض کنم که امیدوارم از صمیم قلب که جشن بعدی جشن تندرستی کامل طوفان عزیز ما باشه و بار دیگر این هنرمند گرامی ما، عزیز ما به صحنه بازگرده و باز شاهد کارهای بسیار زیباش باشیم که تا حالا برای ما اجرا کرده و ازش خاطره ها داریم. اگر که مختصر وقتی من داشته باشم، البته بسیار خوشحالم که برای امشب من این سهم بسیار کوچک رو دارم و بهش افتخار میکنم. اجازه میخوام که در اینجا ما یادی بکنیم و آرزوی تندرستی بکنیم برای بیژن سمندر
که یکی از چهره‌های بسیار مطرح در هنر ایرانه که امیدواریم خداوند تندرستی رو به ایشون برگردونه. و یه خاطره خیلی کوتاهی از بیژن برای شما بگم. در رادیو نشسته بودیم، موقعی که بیژن حالش خوب بود گفت یک شب در یک مهمانی، یک سالن بزرگی بود، نور رو کم کرده بودن، یک بزمی بود، من داشتم ستار می‌زدم، بعد یک آقای سالمندی از اونور سالن گفتن به به استاد سمندر عجب تاری میزنی. برگشتم گفتم ببخشید قربان، این تار نیست، ستاره. بعد اون آقا گفت ببخشید چشم من تار میبینه. و چه پاسخ خوب و به جای. و حالا که اینطور شد یه دونم از استاد محمد حیدری بگم. نمیدونم اینجا تشفتن ایشون هم میگفتن ما با یکی قرارداد بستیم، رفتیم در یک مجلسی، برای اینکه همیشه بدون قرارداد ما رو خیلی نگه می‌داشتن، میگفتن حالا یه کمی دیگه، یه دو هنگ دیگه، ما قرار شد از 9 تا 1 برای اینا بنوازیم یک نفس. میگفت ما هم همین کارو کردیم، نزدیک یعنی یه آهنگ آخری رسید به 1:10. یکی از این دوستان خیلی نزدیک صاحبخانه آمد گفتش که استاد حیدری اون آهنگم اگر نزنی اصلا من دیگه امشبم خراب. اینا میگفت زدیم، بعد اون داشت تموم شد، خود صاحب مجلس اومد گفت استاد حیدری اینو بزن که دیگه یعنی کارو تموم کرده باشی. میگفت من هم که داشتم میزدم یکی اومد گفت استاد حیدری ماهور میزنی؟ گفتم خیر به زور میزنم. بله، امیدوارم همیشه خندان باشید و از شما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی به ادامه برنامه توجه فرمایید. Hello everybody. به افتخار طوفان عزیز یه دست خیلی قشنگ بزنید. طوفان جان I love you. اینا همه که امشب اینجا هستن they love you. اگه دوستت نداشتن امشب اینجا نبودن. بدون دعای یه ملت هم پشت سرت هست و همونجور که آقای فیروزکار فرمودن انشالله که دفعه بعد که جمع میشیم جشن سلامتی تو جشن بگیریم و miracle happens every day. پدر منم که میدونی که با گوله تو سرش زده بودن بعد از 7 ماه تو کما برگشت. So a miracle happens every day. I believe in it. انشالله که تو رو دوباره روی صحنه میبینیم و با گیتارت و صدای نازنینت برای همه ماها هنرنمایی میکنی. یه چیزی میخواستم بگم دوستان عزیز، خیلی خوشحالم همه رو اینجا میبینم. میدونی که من عاشق همه تون هستم، همه تون رو دوست دارم. الان به ابی عزیز میگفتم خوبیش اینه که من همه تون رو یکسان دوست دارم و همه تون رو یکسان اذیت میکنم، مخصوصا هنرمندارا. همه تون تو دل من جا دارین. من میگم که ای کاش بتونیم که این گرد همایی ها رو وقتی که هنرمندامون سر حال هستن بگیریم، این جشن ها رو قدردانی بکنیم ازشون. اونایی که
خب قدیمی ترن به مراتب از اونا باید اول قدردانی کرد. انشالله که بتونیم این قدرت رو داشته باشیم، باید داشته باشیم، چون قدرت دست ماست. Money is power. ماشاءالله هممون هم وضعمون خوبه. به جز من فکر کنم همتون وضعتون خوبه. انشالله که بتونیم قدر همه رو تا وقتی که هستن بدونیم. به افتخار تمام هنرمندای ایران یه دست خیلی قشنگ بزنیم. چون همه امشب اینجا هستن، تمام دوستان هنرمند من اینجا هستن، ما وقتی برنامه میریم اجرا میکنیم برنامه های همدیگر رو نمیبینیم، چون میام میخونیم میریم، اون یکی میاد میخونه میریم، اون یکی میاد میخونه، از همدیگه خبر نداریم چه خبره، کی چی کار میکنه. مخصوصا هنرمندا فقط میشنون مایکل اینو گفت، مایکل برای تو اینو گفت، مایکل اونو گفت، ولی همه میدونن که همشونو دوست دارم. یه روز یکی از هنرمندا گفت منو اینقدر اذیت نکن. گفتم تو اگه جای داریوش و اندی بودی حتما با شاتگان میمدی در خونمو، چون اینقدر که این دوتا رو اذیت میکنم هیچ کی اذیت نمیکنم و اونا میدونن که من دوستشون دارم. حالا امشب چون همتون اینجا هستین، دوست دارم امشب یه برنامه براتون اجرا بکنم جلو خودتون. ابی یه چیزی قشنگی گفت، خوشم میاد که جلو خودمون هم کارا رو میکنیم. داریوش هم یه روز یه چیز قشنگی گفت، والا ماها یه کارایی میکنیم که این میکنه، ما یه کارایی نکنیم این حرفی برای گفتن نداره. قربون یکایک که شما برم، من یه برنامه دارم. شاید شما دوستان عزیزی که امشب اینجا تشریف آوردین غیر هنرمندا، البته هر کسی یه هنری داره، منظورم کسایی که کار پروفشنال حرفه‌ای هنری انجام میدن، اونا شاید جای مختلف برنامه میدن، ولی هنرمندا اینو ندیدن، میخوام اینو براشون اجرا بکنم. این یه برنامه مصاحبه‌ایه بین من و داریوش و بقیه هنرمندا، چون همه میدونین که داریوش با عالم و آدم پرابلم داره. به داریوش هر چی اول بگی میگه نه من مخالفم، بعد یواش یواش میگه خیلی خوب موافقم. حالا من داریوش رو به خاطر اون استفاده کردم باهاش مصاحبه میکنم، چون همیشه خلاف جهت شنا میکنه. I love it. چون شناگر بسیار خوبیه. I love you. حالا این جریان چیه؟ شما باید اینو ویژوالایز بکنید. شما باید تصور کنید داریوش عزیز اینجا ایستاده، من مصاحبه‌گر این برنامه‌ام، از این ور هنرمندای نازنین ما یکی یکی میان به داریوش، میخوام بگن داریوش دوستت داریم. از اونجایی که میدونین داریوش با همه چی پرابلم داره، باورش نمیشه. داریوش با رژیم سابقم پرابلم داشت، با رژیم الان پرابلم داره، با رژیم آینده هم پرابلم خواهد داشت. انشالله زودتر این رژیم عوض بشه که پرابلمش رو ببینیم چی هست. حالا فرض کردیم اینجا داریوشه، اینجا منم، از این بر هنرمندم یکی یکی میان، سریع میخوام براتون اینو اجرا کنم. خب داریوش جان، اول راجع به خودت یه چیزی بگو. برای گفتن من شعر هم به گل مانده، نمانده عمری و صدها سخن به دل مانده. داریوش جان من میدونم که بزرگترین پرابلم زندگی تو ابیه. به ابی چی داری بگی؟ البته دوستای خوبی هم، همدیگرم خیلی دوست دارم، ولی خب this is a show، این جواب من اینه. نظر راجع به ابی چی داری بگی؟ گفت گله دارم من از دست ابی هم گله دارم ابی جان شما چی داری به داریوش بگی؟ دوست دارم سبد بزگل عشق جوون زد، دوست دارم یه عالمه هرچی بگم بازم کمه، به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه. ابی جان شما جواب داریوشو چی داری؟
دوست دارم به اون خدا، به اون خدا یه عاشقا. دوست دارم تا پای جون، میخوای بخون میخوای نخون. از دست عزیزان چه بگویم، گله ای نیست، گله ای نیست، گر هم گله ای هست دیگر حوصله ای نیست، حوصله ای نیست، حوصله ای. داریوشم، استاد حسن شمایزاده اومدن، میخوان ابراز احساسات بکنن نسبت به شما، بگن شما آقای شمایزاده شما چی داری میگیم؟ همه یه شهر میدونن که چقدر دوست دارمت، اگه با من بمونی روی سر میذارمت. همه یه شهر میدونن چقدر دوست دارمت، اگه با من بمونی روی سر میذارمت. مرسی آقای شمایزاده، خیلی ممنون که تشریف آوردین. حسن ستار، آقای ستار شما چی داریم به داریوش بگید؟ چشاشو میبنده دیگه همشه. دوست دارم، عاشقتم، دیوونتم دیوونه، بذار تا من فدات بشم، بمیرم عاشقونه. مرسی ستار جان، خیلی ممنون. داریوش جان چی داری به این دو هنرمند عزیزمون بگید؟ شما که حرمت عشق و شکستی، کمر به کشتن عاطفه بستین، شما که روی دل قیمت گذاشتین، که حرمت دل رو نگه نداشت. منصور عزیز، منصور جان تو چی داری به داریوش بگی؟ دلم کسی رو نمیخواد، غرور من رفته به ما. منصور جان مرسی، قربونه، تنکیو، قربونه شکلت که اومدی. حالا امید عزیز، امید عزیزم صافترین خواننده ایران امیده، از امید صافتر هیچ کی وای نمیسته رو صحنه، همه بالاخره یه جورایی این ور اون ور میشن یه کارایی میکنن. امید صاف، ماشاءالله. امید جان شما چی داری به داریوش بگی؟ آره پیروز شدم. امید جان میدونیم پیروز شدی، امروز برنامه با داریوشه، چی داری بهش بگی؟ قلب غمو شکستم. امید جان جون من، تو هم مثل بقیه ابراز احساساتو بکن. امشب میخوام مست بشم، عاشق یک دست بشم، بدون تو نیست بودم، امشب میخوام هست بشم. مرسی، مرسی، قربونت برم، تنکی. آقای معین، معین جان شما چی داری به داریوش بگی؟ دادا زندگی با تو چقدر قشنگه، خوب من آسمونش چه آبی رنگه. مرسی مجد، تنکیو، متشکرم که اومدی. حالا نوبت میرسه به اندی. اندی جان شما چی داری به داریوش بگی؟ تو موه آسمونی در شب تورم، وقتی که شب سیاهه من تو رو دارم، تو تکس تو نم. مرسی انده جان، قربانه. مرسیم به شهرام شپره. شهرام جان شما چی داری به داریوش بگی؟ که دلم برا تنگه، خندت برا ماهنگه، عفصو شلوار تنگه، تو کشمار پر نیدنگه. موقعی قربونت برم، مرسی. حالا میرسیم به شهرام خان سولتی. شهرام جون شما چی داری به داریوش بگی؟ با
با همون نگاه اول من دل و دینم و باختم توی خواب و توی رویا کمه عشقم و ساختم حالیته دیگه با من شوخی نکن یه لحظه صبر کن خدا رحمتش کنه ویگن اون موقع که اینو درست کردم ویگن زنده بوده ببینید چند سال هنرمند منو ندیدن ویگن تو عمرش به هیچ کی نگفت دوست دارم به جز خانومای ایرانی چون از اینکه چهار بار ازدواج کردم 250 تا معشوقه داشتم 700 هم دوست دختر داشتم من نمیدونم چرا این ترموستاتم سوخت مخلصم ویگن جان چه حتما میرسم خدمتتون چش حالا ببینیم ویگن به داریوش عزیز چی میگه مرا ببوس مرا ببوس مرا آخرین بار برو برو خدا نگهدار مرا بشو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 ش
داریوش جان این همه هنرمند نازنین خوب داشتیم اومدن اینقدر ابراز احساسات کردن نسبت به شما، گفتن شما رو دوست دارن، چی داری جوابشون رو بدی؟ وای دارم آتیش میگیرم از دست این هنرمندان، دلم میخواد بمیرم. I love you all. یه دنیا دل می‌برم.
خیلی ممنون. سلام میکنم خدمت همه عزیزان، هنرمندان، دوستان خوبی که امشب اینجا هستن. سلام میکنم به طوفان گل و نازنینم. یک دوستی داشتم به من زمانی که به هر حال کار خوانندگی رو شروع کرده بودم میگفت شماهایی که به هر حال مردم دوستتون دارن و میان یک کار هنری میکنین، انرژی که از مردم میگیرین مثل این میمونه که همه این آدما برای شما دو رکعت نماز میخونن. امشب هم واقعا پی بردم که دقیقا این حرف درسته و همه ما اینجا هستیم به خاطر طوفان عزیزم و امیدوارم که هرچه زودتر سلامتی خودش رو به دست بیاره و بتونه که در کنار ما روی صحنه پلو ما باشه. بدون که همه واقعا دوست دارن و همه اینجا به خاطر تو هستن. Thank you so much به خاطر اینکه همه شما اینجا هستید. ممنون و متشکرم. خانم ها آقایان، صدای جاودان عشق، امید. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان عزیز، به طوفان گلم. خیلی خوشحالم امشب تمام هنرمندان زیر یه سقف جمع شدن به عشق تو. امیدوارم که این عشقو بتونیم به تو منتقل کنیم. طوفان از من دو تا آهنگ خواست، خودش گفت دلم میخواد این آهنگا رو برای من بخونی. دوستش هم برایش آهنگ دیگه اجرا میکردم، ولی چون این آهنگایی که دوست داره برایش اجرا کنم تقدیم میکنم. امیدوارم که این هیجانی که دارم، این احساسی که الان بهم دست داده، بتونم کنترل کنم خودم و بتونم برات درست اجرا بکنم. دوست دارم. به خاطر تو شما سر تو بذار رو شونه هام، خوابت بگیره، بذار تا آروم دل بی تو بهت بگیره. بهم نگو از ما گذشته دیگه دیره، حتی من از شنیدنش گریم میگیره. بذار رو سینم سر تو، چشمای خیس و تر تو، بذار تا سیر نگاه کنم، بو بکشم پیرهن تو، بغل کن و بچسب به بکش تو، هر دست به من
تو کسی رو ندارم، نزدیکترم از نفس به من. سر تو بذار روشونم، خوابت بگیره، بذار تو آروم دلی بیتابت بگیره. بهم نگو از ما گذشت دیگه دیره، حتی من از شنیدنش گریم میگیره. شاد خوابش میاد، آدم غماش یادش میاد، یه حالتی تو چشماته که عشق خودش باهاش میاد. وقتی چشاد خوابش میاد، آدم غماش یادش میاد، یه حالتی تو چشماته که عشق خودش باهاش میاد. سر تو بذار روشونه ها، خوابت بگیره، بذار تو آروم دل بیتابت بگیره. بهم نگو از ما گذشت دیگه دیره، حتی من از شنیدنش گریم میگیره. قربون دستتون برم، خیلی خیلی ممنون. آهنگ بعدی رو دلم میخواد این آهنگ رو همه تقدیم کنیم به طوفان عزیز. با دستای قشنگتون دلم میخواد کاری کنید این سالن بلرزه ها. به افتخار طوفان یه دست محکم. دستا کجاست؟ آره تو محشری از آدم سری، تو یک افسونگری یا هورو پری. همه دستا با من نشونی، توی هر گل خونه داری، به هر دشت و دمه چه گل فکر کردی، عاشقی چون من دیوانه داری. بگو چی صدات کنم، نرو بذار نگات کنم، دلم میخواد دلم میخواد جونم رو فدات کنم. بیا که از حریر دل فرشی زیر پارو کنم. تو محشری از همه سری، تو یک افسونگری یا هورو پری. آره تو محشری از همه سر، تو یک افسونگری یا هورو پری. دستا محکم. عزیزم مرواریدای عشق تو عمریه در سبد دل منه، چینی سکوت لحظه های ما کاش میشود با لبهای تو بشکنه. که فقط یه بار بگه دوست دارم، حس کنم دنیا دیگه مال منه. بگو چی صدات کنم، نرو بذار نگات کنم، دلم میخواد دلم میخواد جونم رو فدات کنم. بیا که از حریر دل فرشی زیر پات کنم. تو محشری از همه سری، تو یک افسونگری یا هور و پری. تو معجزه ای، تو مرکه، تو یک افسونگری یا
تشبیه کنم به فضای آبیش، به لطافت بهاران میمونی. اگه بخوام تو رو تشریح کنم به تب تشنه جنگل، مثل قطره های باران میمونی. تو خود جلوه عشقی که پر از بشارتی، وسط سبز آرزوی مظهر نجابتی، آنقدر مقدسی که لایق زیارتی. بگو چی صدات کنم، برو بذار نگات کنم، دلم میخواد دلم میخواد جونم و فدات کنم. بیا که از حریر دل فرش زیر خود کنم، تو محشری از همه سری، تو یک افسانگری یا هور و پری. برای تو محشری از همه سری، تو یک افسانگری یا هور و پری. از صمیم قلب خوشحالم امشب در خدمتتون هستم. امیدوارم که از صمیم قلب اینو بگم که به زودی زود سلامتی طوفان عزیز رو ببینیم. این آرزوی بزرگ همه ماست. طوفان جان میبوسمت، دوست دارم، امیدوارم این هدیه ناقابل از من قبول کنی. شب به همه خوشحال بودیم. افتخار امید عزیز، یه دست خیلی قشنگ بزنید. دستای قشنگ امشب هی باید دست بزنیم، چون هنرمنده اونقدر زیادن، یکی یکی اومدن اینجا. به افتخار طوفان عزیز، به خاطر طوفان عزیز اینجا جمع شدیم. همه اینجا هستن، همه میخوان یه بالاخره یه هنرنمایی کوچولویی به خاطر طوفان عزیز انجام بدن. شما هم که اینجا هستین لذتشو ببری. من یادم اولین باری که شاید طوفان رو دیدم، I was probably either 5 or 6 years old. اصلا هم خنددار نیست. حالا میخوان از خودش بپرسم که شروع کرده خوندن. شب جمعه گذشته کاباره تهران بودم، فهمیدم فرق سنی من و شهرام شپره چیه.
چون گفت 1965 اولین سیدیم به بازار اومد، من 1965 به دنیا اومدم. سا دیگه نمیدیم توی دیتیل، پیدا کنید سن پرتغال فروشو. حالا کار نداریم، مثلا با سن کار نداریم، موضوع اینه که آدم دلش جوان باشه، به سن چی کار داریم. anyway، خواننده بعدی رو خواستم معرفی حضورتون بکنم که تشریف میاره روی صحنه و براتون با صدای مخملیش میخونه. آماده باشین که یه دست حسابی بزنیم به افتخار هلن. همیشه سالم باشی و سلامتی برای همه هنرمندان و برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. و طوفان عزیز انشالله که خوش و سلامت و شاد باشی.
کاری کن دلم دوباره از تو زیر و رو شه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به رو شه، یه کاری کن که خونمون محبونتو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشقه یه فرصت دوباره، بذار کسی که میدونی برات برده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی میشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی میشه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دورتو میترستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دورتو میترستم، میخوام ببینی پای تو هستم. شدن شه بذار دوباره خونه قلبه اینی که شدن شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارتو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو بستم، پای تو بستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارتو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو بستم. کاری کن دلم دوباره از تو زیر و رو شه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به رو شه، یه کاری کن که خونمون مهمونتو بگیره، سر یه شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر که عاشقه یه فرصت دوبارم، بذار کسی که میدونی برات مرده همیشه، دوباره با تو عاشقه یه لحظه زندگی شه، یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارت رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو بستم، پای تو بستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارت رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو بستم. شدن میشه بذار دوباره خونه قلبه یکی شدن. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارتو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو بستم، پای تو بستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارتو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو بستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارتو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو بستم، پای تو بستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارتو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. دستا کمه، به افتخار هلن عزیز یه دست خیلی قشنگ بزنید. امشب خیلی از هنرمندا اینجا هستن، خیلی از دوستان تلویزیونی اینجا هستن، اونایی که مجله و روزنامه و تمام رسانه ها فکر میکنم بالاخره یه سریشون اینجا هستن. دوست دارم
به افتخار هنرمندامون که برادرانه و خالصانه به قول معروف با پای خودشون با خواست خودشون بدون هیچ کسی که پوششون بکنه بدون هیچ کسی که یه ارگانیزیشنی باشه برنامه گذاری باشه کنسرتی باشه پولی باشه هیچی نبوده همشون امشب اومدن اینجا به افتخار همشون یه دست خیلی قشنگ بزنید تمام بزرگان موزیک ما امروز اینجا هستن برای این گروه ارکستر که اینقدر قشنگ برای شما میزنن به افتخار این بچه های گل چقدر خوبه نه اینجوری به خدا من اونقدر خوشحال هستم که اینجا هستم نه رو صحنه اینجا هستم در جمع این جمع هستم چون اینم همه از اون دم در گرفته سلام علیک و ماچ و بوسه و بغل کردن و آیلاوی های دروغی و خیلی خوب بود یه سریاش دروغی بود بقیهش اوکی بود من مردم رو نگاه میکنم چجوری هم دیگر رو بغل میکنم anyway, همه تون لطف کردین امشب اومدین به خواست خودتون اومدین چه رسانه ها چه شما دوستان که تو کار هنر و رسانه و اینا نیستین آدم های معمولی هستین دکتر و مهندس و لویر و همه اینجا هستین و از تمام قشرها اینجا هستین به افتخار هممون یه دست خیلی قشنگ بزنیم که اومدیم به خاطر ساپورت طوفان عزیزم I love you طوفان جان Are you enjoying the show? چه کنسرت اختصاصی برات گذاشتم نمیدگم هنرمند رو میخوام دعوت کنم براتون با صدای نازنینش به افتخار لیلا عزیز یه دست خیلی قشنگ بزنیم ستاره محبوب موسیقی و هنر ایرانی لیلا فروهر با سلام خدمت همه سروران عزیز و گرامی همکارای بسیار نازنینم خیلی خوش آمدید خوشحالم که من هم امشب در جمع شما عزیزان هستم همه به خاطر طوفان نازنین اینجا جمع شدیم اسم طوفان که اومد همه بلافاصله برای برنامه امشب تصمیم گرفتن که اینجا حضور داشته باشن و ساپورت کنن هنرمند بسیار خوب و نازنینمون رو یادم اون اوائل که همه از ایران کوچ کرده بودیم طوفان عزیز یک سالی با ما همکاری داشت و واقعا من خیلی درس انسانیت از طوفان نازنین و مهربان گرفتم اینقدر دوست بسیار خوبیه برای همه هنرمندا که همه دوستش دارن به غیر از کارهای زیبایی که ساخته و خودش اجرا کرده واقعا انسان بسیار خوب و نازنینیه برای طوفان عزیز به امید روزی که بیاد روی صحنه با کارهای جدید دوباره برای ما بخونه و بتونیم از هنرش استفاده کنیم. من میدونم با این همه انرژی مثبتی که امشب گرفتی از همکارات از ملت ایران خوب میشی و دوباره میای روی صحنه. I love you طوفان جان خیلی دوستت دارم خیلی فکر کردم که امشب چی بخونم که مناسب باشه با گردهمایی امشب واقعا برای اولین باره که این همه هنرمند خوب و خواننده و هنرمند بسیار خوب دور هم جمع شدن در زیر یک سقف واقعا این انسجام و اتحاد رو باید تبریک بگیم به خودمون یه بله واقعا این شب رو هیچ وقت ما فراموش نمی کنیم در کارنامه زندگیمون در خارج از کشور فکر کردم آهنگ امشب شب مهتابه رو بخونم چون واقعا امشب شب مهتابه <تص->
برای آقای کیان عزیز خواهش میکنم به افتخارشون. خیلی واقعا زحمت کشیدم. براو کیان. آقای امیر بدخش خواهش میکنم براشون یه دست خیلی بلند. دیگن محمد عزیز، آقای پاتریک، آقای قربانی، به افتخار همه شون خیلی قشنگ میزنن. واقعا از نوازنده های بسیار خوب هم یک کاری کشون. در این حال مستی صفا کردم تو را ای خدا، من صدا کردم، نهادم سر سجده بر کویت، به درگاهت امشب دعا کردم، خدا من صدا کردم، سبب گر بسوزم مسبب تو هستی، سبب ساز این جهان توی عزیز. I love you. امشب شب مهدوه رو خواهش کنم، خواننده هم ماشاءالله زیاد امشب علیه ما بود. همه با هم Oh,
میخوام حبیبم اگر خوابه حبیبم رو میخوام خواب است بیدارش بس دست و هوشیارش بوید بلونی اومده اون یار جونی حالا همه با هم اومده آی شهرا سگیم روی تو ببینم همه با هم این شب شب مهتابه حبیبم همه با حاضرین یه بار همه با هم بخونین همه امشب I love you شهران شب شب مهتابه حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه حبیبم رو میخوام امشب شب مهتابه قربونتون برم با آرزوی سلامتی برای طوفان عزیز شب همگی خوش مرسی قبل از که هنرمند بعدی رو اعلام کنم بیاد براتون برنامه ای رو بسیار زیبا اجرا بکنه من بازی برنامه کوچولو میخوام براتون اجرا بکنم که همش خوانندگی نباشه ادای خواننده هم باشه حتی آقای فیروزکار عزیز جواب منو به من گفتن یه دو سه ماه پیش گفتن تقلید خواننده ها اشتباه است همانند خانیه کاری که من میکنم anyway, حالا امشب در جمعمون مارتیک عزیزم قرار بود باشه نمیدونم لابودیه اونایی که امشب اینجا نیستن حتما بدونین یه چیزی پیش اومده که نیستن حالا من یه برنامه دارم با مارتیک شوخی میکنم اینم باز هنرمندای عزیز ندیدن دوستان که میان کاباره تهران و کنسرت ها اینا دیدن حالا اینم برای باز هنرمنده اجرا میکنم شما هم اگه دوست دارین لذت میبرین خب چه بهتر به افتخار مایکل یه دست خیلی قشنگ بزنین اول تا بهش بگم بیاد بالا همه از من میپرسن چرا ریش نگه داشتی بعضیا گفتن میخوای شبیه داریوش هم بشی گفتم والا دارم برمیگردم ایران به عنوان اولین آیت الله ارمنی نه راستش بگم چون صورت من بسیار سنسیتیوه در ضمن خواستم یه ژستی هم بگیرم بگم ما هم ریش داریم برنامه که با مارتیک من شوخی میکنم این هستش که من میگم هیچ خواننده ای ایرانی بهتون بر نخوره هیچ خواننده ایرانی مثل مارتیک نمیتونه بخونه بهتونم بر نخوره هیچ خواننده ایرانی مثل مارتیک نمیتونه بخونه میدونین چرا؟ به خاطر اینکه به هیچ جای بدنش فشار وارد نمیشه
بقیه هنرمندا یه فشارهایی بهشون میاد به هر طریقی، هر خواننده یه جور فشار بهش میاد. مارتیک خیلی ریلکس و راحت. مارتیک که با میسه میخونه اینجوریه، ببینید. ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیزه کی بشه. ماه در میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. نمیدونه تو هستی به جای بابا. به ابروهاش هم فشار نمیاد، واسه همین هیچکی مثل مارتیک نمیتونه بخونه، ولی خداییش خیلی لطیف میخونه. حالا من چیکار کردم؟ گفتم من چون یه مرضی دارم، دوست دارم خواننده ها رو با هم قروقاتیشون بکنم، یه چیز جالبی از توش در بیارم، چون هیچ وقت این اتفاقا نمیفته تو کالچر ما، ولی فعلا مثل که داره یه چیزایی میشه، نمیبینم. انشالله که خواننده های ما، خانوم ها بغل هم وایسن، آقایون بغل هم وایسن، وایسن دوئت بخونن. از آمریکایی‌ها بالاخره نگاه می‌کنیم چه خواننده‌های بزرگی در کنار هم وایسن. انشالله که اون روزم میاد هممون می‌بینیم اون روزم. حالا من چیکار می‌کنم؟ مثلا من این آهنگ ماه در میاد کمی الان با تقریبا صدای مارتیک براتون خوندم، با لطافتش البته، میگم این آهنگ ماه در میاد رو میدیم دست هنرمندای عزیز ایرانی ما، ببینیم اگه مارتیک نمی‌خوند این آهنگو هنرمندامون چجوری میخوندن. هر کی به سبک خودش میخوند. اولیشو میدیم دست ابی عزیز. اگه آهنگ ماه در میادو میدادن به ابی عزیز، ابی اینجوری میخوند: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیزه کی بشه. ماه در میاد چه کار کنه. بابا سب کن اینو باید با لطافت اجرا بکنی. داریوش با شما. ببین اگه مادر میاد و میخوندی چجوری میخوندی. این آهنگ باید با لطافت کامل انجام بشه، چون آهنگ لطیفیه. باید یه جوری ابی جون بخونی که این ملت بتونن بخوابن. همونطور که میدونی تو کنسرت‌های من 50% مردم خوابن، یه 25% مردم در حال گریان، 25% مردم هم که زدن اصلا نیستن. اینه که داد نزن، بعضی ها شاید خواب باشن یه لحظه. ببین این آهنگ ماه در میاد اینجوری باید اجرا بکنی ابی جون. ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. ماه در میاد چه کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. یه لطیف خونه دیگه داریم بین خواننده های ایرانی عزیز ما، فرامرز اصلانی. فرامرز اصلانی اگه این آهنگو قرار بود بخونه اینجوری میخوند: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیزه کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه. بخونه از دیار یاری که توش منو تنها نذاری. استاد حسن شمعی‌زاده اگه قرار بود بخونه به سبک خودش میخوند: مهدر میاد که چی میشه، میخواد عزیزه کی میشه. میخواد میتونه چیکار کنه، باز آسمون رو تار کنه. مهدر میاد که چی میشه، میخواد عزیزه کی میشه. مهدر میاد. حالا اگه معین عزیز قرار بود این آهنگو بخونه، اصلا به سبکش ربط نداره. معین جان قربونت، کجا نشستی؟ همین دور و بر دیدمش یه جا. معین عزیز اگه قرار بود این آهنگو بخونه اینجوری میخوند، به سبکش اصلا ربط نداره، اینجوری میخوند:
مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چه کار کنه، مثل رویای تو خوابه. حالا اندی عزیز، اندی عزیز دیدیم خیلی کم آهنگ آروم بخونه. اندی اگه میخواست بخونه چی میشد؟ مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چه کار کنه، باز آسمون رو تار کنه، نمیدونه تو هستی به جای اون شستی، نمیدونه تو مایی تو که رفیق روحی. اگه این آهنگو میدادیم دست خدا رحمتش کنه فریدون فروغی، اگه فریدون فروغی زنده بود، اونم به سبکش نمیخورد این آهنگ، ولی اگه زنده بود خدا بیامرز فریدون فروغی و این آهنگو میدادم بهش اینجوری میخوند: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چه کار کنه، باز آسمون رو تار کنه، ماهی خواسته من بذار تو دریا بمونه. مرسی. اگه خدا رحمتش کنه باز فرهاد عزیز، فرهاد اگه زنده بود این آهنگو میدادم بهش اینجوری میخون: ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، ماه در میاد چه کار کنه، باز آسمون رو تار کنه، گنجشک که عشی مشی. روشم شاد. این آهنگ اگه میدادیم به ستار عزیز، I love his voice، ستار عزیز اگه قرار بود این آهنگو بخونه اینجوری میخوند: هم سفر مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چه کار کنه، باز آسمون رو تار کنه، هم سفر تنها نرو، بذار تا با هم بریم، سرنوشتمون یکی، هر دومون مسافریم. مرسی. اگه ویگن زنده بود ویگن این آهنگو اینجوری میخوند: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چی کار کنه، باز آسمون رو، اصلا مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه. آخریش هم میدیم دست شهرام شپره که اصلا به سبکش ربط نداره. شهرام شپره: مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه، مادر میاد چه کار کنه، باز آسمون رو تار کنه، ماهو بذارم تو چشات، جایی که ستاره داری، منی که واسط میمیرم و کاری با هم نداری، آری داری دلیده اسم تو دم میگیرم، یه نگاه به ما کن، منی که واسط میمیرم، هاری داری دلیده اسم تو دم میگیرم، یه نگاه به ما کن، من که واسه همه تون میمیرم. خب قربون همه شما برم، مرسی. Thank you. به افتخار یکی از صداهای خوب باز مملکتمون، همه صداهامون که داریم تو همه خواننده همون صداشون، اگه خوب نبودن خواننده نمی شدن، شاهگل موزیک ایران.
شهرام سلطی به افتخارش. باید بود از اون حرفای شیرین نمیشه آورم حالا از این چشمای غمگین. همیشه ترس تو این بود که من با تو نمیمونم، میگفتی باش کنار من بدون تو بودی، کسی که با تو عاشق شد تو آن رنگ صداش بودی. دلم تنگ صدای تو، میخوام باشم کنار تو، دل زخم خورده عاشق هنوزم چشم راه تو. چه دلتنگم، چه دلتنگم، دارم با غصه می جنگم. مرسی، خیلی ممنونم. مرسی.
امشب طوفان عزیزم باعث این شده که چقدر واقعا خدا طوفان جان شما رو دوست داره. چقدر کاشکی من جای شما بودم و میتونستم این همه هنرمند رو زیر یک سقف جمع کنم. خواهش کنم به افتخار طوفان عزیز یک دست آنچنانی بزنید. چند سالی بود که همه زحمت کشیدن که این همه هنرمند رو جمع کنن ولی نتونستن. خواهش میکنم به افتخار طوفان عزیزم، به افتخار سلامتیش و روزی که بیاد این بالا وایسه و با همه ما بخونه، همه با هم یک دست آنچنانی بزنید. خواهش میکنم. خب یکی از آهنگایی که طوفان خیلی دوست داره براش میخونم و بعدش هم میدونم که بقیه دوستان همه نشستن و دور دور هنرنمایی میکنن. هنوزم در پیه اونم که میش آشدش باشم، مثل دریای من باشه منم چون قایدش باشم. هنوزم در پیه اونم که میش آشدش باشم، مثل دریای من باشه منم چون قایدش باشم. منم چون قایقش باشه، هنوزم در پیه اونم که عمری مرهمم باشه، شریک خنده و شادی رفیق مات همم باشه. هنوزم در پی اونم عشقش سادگی باشه، نگاهای پر از مهرش پناه خستگیم باشه. میگن جوینده یا بنده است ولی پاهای من خسته است. من تا با همین آقا میرم تا حدی که جا هست. هنوزم در پیه اونم که عشقام و روی کنم، با اون پاکو بگه جونم، بگه جونم، نکن گریه منم اینجام، بذار دستاتو تو دستام، تو احساس منو میخوای منم ای گل تو رو همه با هم. هنوزم ماشالله خوبه همه خواننده اینا، با اون دستای پر مهرش کنه پاکو بگه جونم، بگه جونم، اکن گریه منم اینجام، بذار دستاتو تو دستام، تو احساس منو میخوای منم ای گل تو رو میخوام، تو احساس منو میخوای منم ای گل تو رو میخوام. مرسی، خیلی متشکرم. با آرزوی موفقیت و سلامتی برای طوفان عزیزم. خواهش کنم به افتخارش دست آجه.
خب دوستان عزیز یه وقفه کوچولی برداشتیم، بریکی برداشتیم که شما بتونین با همدیگه هم صحبت بکنین، هم بندمون عوض بشه. واسه همین نخواستم بیام دوباره صحبت بکنم. بچه های ارکست همه آماده هستن فکر میکنم. هنرمند بسیار نازنین ما با صدای زیباش که همه اون عاشق صداش هستیم، به افتخار آقای صدای ایران ابی عزیز، یه دست خیلی قشنگ بزنی. من هیچ حرفی رو ندارم که بزنم، در واقع از اول شب فکر میکردم چی بگم و دیدم همه همون حرفایی که من فکر کردم زدن، ولی به هر حال هیچ چیزی در این لحظه آرزو ندارم غیر از سلامتی کامل این رفیق شفیق، این دوست گرامی و همکار گرامی. به امید پروردگار در فاصله خیلی نزدیک سلامتی کامل طوفان رو مشاهده خواهیم کرد. سپاسگزارم. قلب تو قلب پرنده، پوست تام و پوست شیر، زندون تن و رها کن ای پرنده، پر بگی. جنگل تن سبز پشت دشت سر به دامن، اونور روزای تاریک پشت نیم شبای روشن، برای باور بودن جایی باید باشه، باید برای لمس تن عشق کسی باید باشه، باید که سر خستگیاتو به روی سینه بگیره، برای دل با پسی خود واسه سادگی بمیره. قلب تو قلب پرنده، پوست تم و پوست شیر، زندون تن و رها کن ای پرنده، پر بگیر.
حرف تنهایی قدیمی اما تلخ و سینه سوزه، اولین و آخرین حرف، حرف هر روز و هنوزه. تنهایی شاید یه راهیه تا بی نهایت قصه همیشه تکرار، هجرت و هجرت و هجرت. اما تو این راه که همراه جز هجوم خار و خس نیست، کسی شاید باشه، شاید کسی که دستاش قفس نیست. قلب تو قلب پرنده، پوست تم و پوست شیر، زندون تنو رها کن ای پرنده، پر بگی. ممنون، مرسی. خب اگه یک کسی آب خوردن دم دستش هست؟ خب حالا تا آب خوردن برسه یک اقورون شکل ماهد عزیز دل. مرسی مرسی مرسی. یه دقیقه صبر. قبل از آهنگ بعدی اشاره بکنم به این که با دوستان من، رفقای نازنین من آشنا بشید. ازشون خواهش کردم که در گرد همایی امشب با من همکاری بکنن. همشون با کمال میل دعوت من رو اجابت کردن. آقای شوبرت عزیز، شوبرت آقا کیا، نازو عزیز، آقای رابرت نقلی، جیمی عزیز و یانیس عزیز. Thank you very much guys. Appreciate it. Thank you. کنارم زیر تاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. بیا کنارم ساقه بهاره، رو فرش برگ و پولک ستاره، خمار شعرم میشکنه پیش تو، عجب شرابی نفس تو داره. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم.
تن حریر جوی عطر جاری، صدای گرم حیرت قناری، بذار بگیرم مثل تور دریا تو رو در آغوش ماهی فراری. بیا کنارم سر و ناز بی تو، بیا کنارم زیر تاب مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا. گل بهارم در انتظارم، حریق سبزی بیا کنارم. اگه بدونن ابر و باد و بارون چه دلنوازه این شب مهربون، هجوم میارن روی چرت کوچه، صدای شهر رو میبرن آسمون. غروب گذشت و شب رسید بریده، تب تو میخواد گل سرخ هیمه، بذار بخوابن همه دنیا، هنوز یه نیمه مونده از شب ما. گل بهارم در انتظارم، عریق سبزی بیا کنارم. گل بهارم در انتظارم، عریق سبزی بیا کنارم، بیا کنارم. سپاسگزار. گویا من جایزه خوشبختی رو بردم امشب، چون قرار سه تا آهنگ بخونم. من از کیان عزیز بی نهایت سپاسگزارم، نه به خاطر این محفلی که امشب به وجود آورد، دستش درد نکنه، بسیار سپاسگزارم که یار و ندیم طوفانه و بعد بسیار سپاسگزارم از اینکه در همچین موقعیتی از طوفان مواظبت میکنه، نگهداری میکنه، همچین رفقایی کم گیر میاد. امیدوارم همه همچین دوستان نازنین و خوبی رو داشته باشن. به افتخار کیان یک دست خیلی زیبا بزنم. از من خواسته شد که آهنگ خلیج همیشگی فارس رو خونم. با کمال میل سعی میکنم بهترین اجرامو امشب داشته باشم. سعی میکنم. بفرمایید شوبرت عزیز.
با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی نور میگیرم. من عشقم رو در کوه گواد، در سرخس و خرمشهر به زبان مادریم فریاد خواهم زد، فریاد خواهم زد. تفنگم در دست و سرودم بر لب، همه ایران را میبوسم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن میآویزم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می‌آویزم. ای وارثان پاکی، من آخرین نگاه بر آسمان آبی این خاک و خلیج همیشگی فارس. سپاسگزار. باز هم از کیان عزیز که باعث و بانی بود که ما هنرمندان دور هم جمع بشیم. امیدوارم ادامه پیدا بکنه، ولی زیاد خوشبین نیستم. حالا چراشو بعدن با شما خدمتون خصوصی صحبت خواهم کرد. امیدوارم واقعا این مسئله از بین بره. چه میدونم هر آنچه که هست بین ما، نمیدونم، هیچ کدوم نمیدونیم که بین ما چه هست، ولی امیدوارم که از همچین
گرد همایی داشته باشیم. سپاسگزار از تک تک شما خانم و آقایون که امشب اینجا بودید. یک دست خوشگل برای رفقای نازنین من خواهش می‌کنم بزنید. و چقدر خوشحالم که خودم اینجا در کنار طوفان و شما بودم. قربون شکل ماه تک تک شما برم من. عجب شبی شد امشب. به افتخار ابی عزیز یه دست خیلی قشنگ بزنید. این چه عکس قشنگی شد ابی داریوش با هم، چه عکس زیبایی شد. واقعا این آهنگ خلیج فارس آدم میشنوه مو به تن آدم سیخ میشه. از دکتر قربانیان میخواستیم تشکر کنیم. Children Sunrise، به افتخارشون یه دست خیلی قشنگ بزنید. Sunrise for Children actually. Sorry. موین عزیز میدونین امشب چی گفت به من در گوشم؟ گفت دادا امشب کارت خیلی سخته، هممون اینجاییم. ولی خب از اونجایی که میدونین من جلو خودشون همه کاراشون رو انجام میدم، I have no problem. I'm a natural person. فیلم ندارم، فیلم بازی نمی کنم، جلو خودشون همه کاراشون رو میکنم، چون that's my job and they respect me and I love them for that because we have a mutual understanding که من کاراشون رو انجام میدم با یه ذره شاخ و برگ که بعد it's gotta be funny. اینه که همه بچه ها میان میگن بابا چجوری جلو همشون این کارا رو میکنی؟ گفتم من همیشه جلوشون این کارا رو کردم. I have no shame چون کارهای خودشون رو میکنم، من کارهای چیز دیگه انجام نمیدم. همون چیزی که داریوش اول گفت ما ها یه کارهایی میکنیم که این میکنه. همه تونو خیلی دوست دارم، همه رو خیلی دوست دارم، همه هنرمندامونو خیلی دوست دارم. ای کاش قدرت اونو داشتم که صدای خانومارم تقلید میکردم. نمیتونم، اونقدر کلفته صدامو دارم. میگم چرا چیزای دیگه اشتباه، come on guys، اونقدر تون صدام کلفته نمیتونم. شوره جان اگه میتونستم it would have been fantastic. It would have been fantastic اگه میتونستم انجام بدم. شاید یه روز یه چی اتفاقایی بیفته بتونم صدای خانوما رو تقلید کنم. نه نه همون با آقایون، stick to آقایون. نه fantastic، قربونت برم. اوکی هنرمند بعدیمونو میخوام دعوت کنم بیاد روی صحنه. نمیخونه، میاد صحبتی داره با شما. یکی از صداهایی که همه تون عاشق صداش، همونجور که هممون عاشق صدای ابی هستیم، هممون صدا عاشق صدای داریوش هم هستیم. به افتخار داریوش عزیز ما یه دست خیلی قشنگ بزنید. عرض کنم خدمت همتون، عرض ادب میکنم و
چه انرژی اینجا هست. برای اینکه همه اونایی که عشق از عشق خوندن همه اینجا هستن. از محبت خوندن اینجا دور هم جمعیم. و به قول شهرام عزیز هیچ قدرتی نمیتونست ما ها رو دور هم جمع کنه. هیچ قدرتی نمیتونست به خاطر اینکه همیشه بین هنرمندا یه جوری فاصله مینداختن، رسانه ها مخصوصا. رسانه ها جلوی چشم قربون صدقه میرفتن، پشت کار خودشونو میکردن، ولی تمام خوراک رسانه ها از ماها بود. ولی امشب طوفان نازنین باعث شد که همه دور هم جمع شیم. شهره بسیار زحمت کشید، کیان عزیز بسیار زحمت کشید، ولی من میخوام یک نتیجه کلی از این نشست بگیرم. گله شهره باعث شد که من این حرفو بزنم و باز واگذار کنم به عزیزان هنرمند و دوستان عزیزم. شهرام نازنینم یادشه که من چند وقت پیش به تو اولین کس بودی گفتم شهرام جون تو بیا پا بذار جلو با هم دیگه یه کاری انجام بدیم، بچه‌ها رو دور هم جمع کنیم. جامعه هنری ما یک جامعه بسیار حساسی است، بسیار صدمه دیده، بسیار ازش سوء استفاده شده و امشب من میخوام اعلام کنم که وقتش دیگه بعد 32 سال یک گردهمایی داشته باشیم، یک سندیکایی داشته باشیم و یک ارگانیزیشنی داشته باشیم و یک سازمان غیر انتفاعی برای حمایت از هنرمندای شاید فرد خود منم نیاز داشته باشم، برای شاید برای خودم دارم میگم. ولی اینا ازتون خواهش میکنم، از هنرمندای عزیز، از هنرمندای عزیز خواهش میکنم ظرف یه هفته آینده از طریق مجله جوانان، نه به اسم من، من دنبال اسم و رسم این کار نیستم، من میخوام یه سرباز باشم و هر کدوم از هنرمندا یک سرباز باشن و منیت ها رو ما کنار بذاریم، چرا که سابقه نشون داد ما نتونستیم دوره هم جمع بشیم. چرا نتونستیم؟ کار انگلیسا بود، نتونستیم. دنبال گذشته رو من کار ندارم، من به آینده نگاه میکنم. پست از پست، گذشتگان در گذشتند، ولی من ایمان دارم اگر ما یک سندیکایی داشته باشیم برای جامعه هنری بتونیم بیمه داشته باشیم، برای جامعه هنری بتونیم در مقابل تهاجمی که بهش شده، ازش سوء استفاده شده، بتونیم حق و حقوقشون رو بگیریم. ما در امریکا زندگی میکنیم ولی با جامعه هنری مثل پشت شهرداری تهران داره رفتار میشه. رسانه ها یکیشونن، کمپانی ها یکی دیگه شونن، و مقصر منم، مقصر شهرامه، مقصر شهره است، مقصر لیلا فروهره، هر کدوم از ما، برای اینکه تفرقه از بینمون، برای اینکه فاصله از بینمون. من میخوام خواهش کنم، برای اینکه دیگران دیگه فکر نکنم من دارم سخنرانی میکنم، نه، من درد میکشم، رنج میبرم، نتیجتا مجبورم سرمو بندازم پایین کار خودمو بکنم. چند بار خواستیم دور هم جمع بشیم، باز دو دستگی پیش اومد. چرا؟ برای اینکه میخواستیم هر کدوممون بشیم رئیس. نه، این دور همه میخواییم بشیم سرباز، دور میزنیم، یه دموکراسی بینمون برقرار میشه تا بتونیم از حق و حقوق آیندگان. من که کار خودمو کردم، شهرام تو که کار خودتو کردی، من دیگه دارم تفریح میکنم، خوانندگی هم کار سوم من شده. نتیجتا
میخوام خواهش کنم ما یه جوری دور هم جمع بشیم، اعلام از جوانان از مجله جوانان اعلام خواهیم کرد، بچه‌ها میان عضو میشن، بعد حرکت بعدی رو من و دیگر دوستانم آغاز میکنیم و تحویل بچه‌ها میدیم و این کانون به وجود میاد و ایمان دارم اگر نگردیم دنبال عیب نگردیم، عیب جویی نکنیم که یکی از خصوصیات بد ایرانی هاست، دنبال عیب جویی میگردن. عیبو نگیرین، حسن این رابطه رو، حسن این کار رو نگاه کنین. و این شعر یادم اومد، اول میخواستم بگم ولی آخر میگم و دلیلم هم میگم، منی که از عشق میخونم، منی که از عاطفه میخونم، منی که از محبت میخونم، منی که از همبستگی میخونم، منی که از آزادی میخونم، باید این جوهره در وجود منم باشه و ایلا شعار دارم میدم. این شعر رو تقدیم میکنم به تمام هنرمندانی که درونشون مثل آینه است و باید این آینه وار برخورد کنن، خیلی صادقانه، صاف و پاک و با صداقت. گفت گفت دانایی که گرگی خیره سر هست پنهان در نهاد هر بشر، لاجرم جاریست پیکاری سترگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور و پریش، سخت پیچیده گلوی گرگ خیش. ای بسا زورآفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گرچه باشی همچو شیر، ناتوانی در مسافه گرگ پیر. مردمان گر یکدیگر را می درند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. مردمان گر یکدیگر را می درند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. اینکه انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. آرزوی سلامتی برات می کنم، آرزوی به پا خواستن تو می کنم. از خداوند می خوام که اسم طوفانه ولی تو خودت درونت آرومه، نمیدونم چرا تو رو اسم تو گذاشتن طوفان. پاینده باشی انشالله و امید سلامتی. مرسی علیه تو همه تو. واسده بودم خیلی جدی داشتم گوش میدادم، یکی از بچه ها گفت چی داری گوش میکنی تو که همه چی میدونی راجبش. گفتم من 45 تا کنسرت تمام دنیا با داریوش رفتم و هر دفعه برنامه اجرا کرده من کنار وایستم. با هر هنرمندی که من برنامه دارم کنار وایستم که به ذخیره هم اضافه بکنم، ولی با داریوش هم میرم وایستم که حرفایی که میزنه جمع جورش کنم. بالاخره این برنامه بعد ترتیب کار بدم. قشنگ همون اول با ساتور زد پس کله رسانه ها. کارش اینه، این رسانه ها. ولی من اسمشو گذاشتم دایی جان ناپلئون الان، چون انداخت گردن انگلیسا. کار انگلیسا هست. anyway انشالله همیشه همتون سرحال و سرزنده و پایدار باشید. داریوش جان چیزی که گفتی واقعا زیبا گفتی، خیلی وقت پیش باید این انجام میشد ولی هیچ وقت دیر نیست. انشالله که این کارو همگی با هم انجام میدیم. منم اگه بازی بدین میام دیگه. شما مثلا 100 تا 200 تا خواننده، منم یه گوشهشو بالاخره یه چیز بزرگو میخوام بلند کنن، هر کی گوشهشو باید بگیره. من هم در خدمت گذاری حاضر هستم، هر چی که دستور بدین با کمال میل، چون من کار همتون رو انجام میدم بالاخره باید اونجا باشم. الان یه آهنگی میخوایم براتون اجرا بکنیم، بزرگترین
این آهنگ که میخوان اجرا کنن، من همیشه میگم This is Hotel California ایران. این آهنگ Hotel California ایران. اگه توجه کرده باشین تو آمریکا هر روز این هتل کالیفرنیا پخش میشه. این هتل کالیفرنیا از 1960 شهرام جون کی؟ بله بله 1964. هتل کالیفرنیا از 1964 اجرا شده تا امروز داره اجرا میشه. این آهنگ هم که میخوایم اجرا بکنیم هتل کالیفرنیا ایرانه، که آهنگ طوفان عزیز خدای آسمون ها، که همه این هنرمندایی که اینجا هستن به جز چند تاشون که کارهای دیگران رو نمیخونن اکثرا این آهنگ رو خوندن، هنوزم میخونن تو مهمونی، عروسی، همه جا تو کنسرت ها هست. این برنامه رو میخوایم براتون اجرا بکنیم، نه با یه هنرمند، با چند تا هنرمند. I love you all. طوفان جون یه چیزی از خودت گذاشتی که هیچ وقت یاد هیچ کسی نمیره. الان هم بچه های جوون هم این آهنگ رو میشناسن، بچه های 12-13 ساله. پسر من 18 سالشه این آهنگ رو میشناسه، کوچیکم بود میشناخت تا فکر کنم 99 سال تا 84 که بابامه میشناسه این آهنگو. انیوی یه کاری کردی شده هتل کالیفرنیا ایران. به افتخار طوفان با این آهنگ شده است. خیلی قشنگ بزنید. I love you. خانم ها آقایان، اندی و کوروس به همراهی اردشیر فرد. و حالا اگه اجازه بدین از تمام دوستانی که اینجا هستن از کیان شروع میکنم، تشریف بیارین این بالا. عمرش قده یه گوله برفه. خدای آسمون، خدای کهکشون، برس به داده دله عاشق ما جوونا. کسی توی دنیا صبح که شد به شوق یه عشقی از صبح میشه، اما عشقی که امروز تا فردا تو قلبا بمونه پیدا نمیشه. خدای آسمون، خدای کرد برست داده دله عاشق ما جوونا. امیر جان اگر موافق باشین این قسمت همه با هم بخونیم، دلم میخواد صدای همه شما
تو این آدیو ضبط بشه که پیغام شما به ایران داده بشه که این همه هنرمند دور هم جمع شدن. اگر آماده هستین همه با هم بخونیم. پروش ناظری، شما حاضری؟ 1 2 3 4 خدای آسمون، خدای کهکشون ها، برست داده دل عاشق ما جوون ها. خدای آسمون، خدای کهکشون ها، برست داده دل عاشق ما جوون ها. دنیا صبح که شد به شوق یه عشقی از خواب میشه، اما عشقی که امروز تا فردا تو قلبا بمونه حیران میشه. خدای آسمون، برست به داده دل عاشق ما جوونا. خدای آسمون، خدای کهکشون، برست به داده دل عاشق ما جوونا. Tufan Jan, we love you. دمتون گرم، دمتون گرم، دمتون گرم. به افتخار همه‌شون دست بزنید. همونجور که ابی عزیز از کیان پاشا تشکر کرد. آخ این کی بود؟ جگری منه. شهره عزیز یکی از اونایی بوده که خیلی زحمت کشته، دو سه ماهی داره زحمت میکشه برای امشب. گفته بود اسمشو نهارم ولی من نمیتونم. من اونجوری که با شهره هستم خیلی دوستش دارم. به من میگه جگری، منم بهش میگم جگری. I love her to death. یک شهره سولت شهرام شبپره، به افتخار شهرام شبپره، شهره سلطی، I love you. خسته نباشه شهره جو. به افتخارش یه دست آنچنانی بزنید. عرض ادب و عرض سلام خدمت خانم آقایون. خیلی خیلی خوش اومدیم دوستان عزیزم. طوفان جون خیلی دوستت دارم، خیلی زیاد، عاشقانه دوستت دارم. خیلی خوشحالم امشب اینجا. طوفان جون I love you so much. یاد خاطره های قدیم به خدا 1975 isn't it 75 که تو دو ساله بود که داریم ما رو سر به سر 65 صحبت میکنم. صحبت نکن خواهش میکنم، تو از سن خودت صحبت کن. با سر سال 1965 65 کجا سن من؟ تو نبودی بابا، من با طوفان کار دارم. من با تو چی کار دارم؟ I'm sorry. راجب خانوما صحبت نکن. سال 74 با طوفان آشنا شدم. گروهی درست کرده بودن با آقای ناصر چشمازر که یکی از هنرمندای خیلی خوب هست، و من با طوفان عزیز آشنا شدم. تا امروز طوفان رو به عنوان یک انسان بسیار بچه خوبیه، بسیار بچه راستگویه، انسان همه رو دوست داره، و خیلی خوشحالم که امشب یه قسمت کوتاهی دارم که بتونم اینجا وایسم و خوش آمد به همه شما بگم. لوت کردی تشریف آوردید و بهت بگم ما چاکرتیم. موسیقی
یار قشنگمون بلند مشکی پوشم با لنگ ابروات شرخ شرخ نزنی تو گوشم اگه یه روز بیایی رو پشت بون رخ به نمایی خورشید که بخار بالا بیاد روشو میپوشم چاکر همه دورم ازم توفان جان I love you ما امشب به خاطر تو اینجا هستیم مرسی از کیان پاشای عزیزم کیان جان کجا تشریف داری عزیزم کیان عزیز بود بی بالا کیان بسیار انسان خوبیه وقتی دو ماه یه ماه پیش از من خواست که یه مقدار کمک کنم دمت گرم به خدا خدا شاهده هرچی از خداوند بزرگ میخوای خداوند بد بده میخواستم از همتون تشکر کنم که امشب تشریف آوردیم به این جمع از شهره عزیز از پیروز عزیز اندی عزیز یکی که دوستان من جا داره بگم چون همه هی میگن کیان من واقعا هیچ کاری نکردم من دوست دارم کسایی که واقعا برای طوفان کار کردن شما ببینین چون فقط هی اسم منو میگین و it's not fair دوست دارم از ابی عزیز بخوام که بیاد رو استیج چون ابی جون زحمت طوفان رو در اصل شما بری خیلی متشکرم ادامه بدین این کارا رو ببینید این دوست عزیزی که میبینین واقعا تو 7 ماه 8 ماه گذشته زحمت طوفان هر روز ایشون کشیده یعنی دست واقعی رو باید برای ایشون بزنید و یکی دو تا دیگه از دوستان که خب نشستن اما من دوست دارم اینجا با دکتر طوفان همه آشنا بشین که تو این 8 ماه گذشته واقعا خیلی زحمت برای طوفان کشیده واقعا یعنی he's an amazing guy من اگه اجازه بدین من بذارین دوست عزیزم سینا بیاد برای مهمونان آمریکاییمون اول دکتر نصیر رو معرفی کنه از تمام کارهاشون که کردن بعد من به طور مفصل براتون بگم Hey ladies and gentlemen As some of you may already know our dear friend Tufan was diagnosed with lung cancer 9 months ago and every day since he has been blessed with many amazing people in his life who have helped him make it through his tough journey Every second every minute At any given hour of the day, there is an angel right by his side with all the help and assistance he could need. I would like to introduce to you someone very special who has played a large role in Tufan's journey. But before I do, I will tell you a quick story of how this special person was found. 8 months ago, Tufan's friend opened the Yellow Pages to begin the search for a doctor to start the treatments. As he flipped to the first page, they saw a picture of a doctor which gave them a feeling of warmth and comfort. When we say that a picture is worth 1,000 words, this is the perfect example. They immediately called this doctor, and as soon as the doctor found out the patient is Tufan, with his kind voice, he told Tufan's friend how much he loves and adores him and his music. From the very beginning, the doctor knew there was no insurance coverage, but he never mentioned the insurance as he put his passion for what he does as a doctor. He never mentioned the insurance as he puts his passion for what he does as a doctor and his genuine concern for the patient's well-being above and beyond everything else. At Tufan's first office visit, he saw that the waiting room was filled with patients from different backgrounds and different age groups, who were brought there not only by their circumstances, but also because of the doctor's reputation as someone who cares and who will do everything in his power to help his patients. They had come to California from different parts of America, and all have trusted this amazing man to lead them through their tough journey. The patients shared with Tufan stories of their own experiences with this doctor and all the things he had done for them. Seeing this kind of response from everyone in the room only confirmed to Tufan that he had made the right choice. Tufan has been very lucky to have a doctor who cares so much.
The doctor provided his personal cell phone number in case of any emergency, and since then, Tufan has called this doctor many times at 3, 4, and even 5 a.m. to ask questions. And this doctor has always been there for him and has provided Tufan with the needed care, support, and kindness. It is my pleasure to have the honor of introducing someone special to you all tonight. Ladies and gentlemen, I would like to invite Dr. Nasiri onto the stage. به افتخار دکتر نصیر. این دوتا زحمت طوفان. I seriously did not expect this. I came here tonight because about 5-6 months ago, when Tufan was really sick, we were sitting in the office, and I told him, Tufan, I have one wish for you. I hope we can get you better, that we can one night go out and have a party. And this happened tonight. And I can tell you, I've never been to a party like this. This is powerful. So many talents, so many beautiful people, so many people that people wish to be around them in person are here tonight. And they're here just because of Tufan. Because the person he is, I don't think anybody else in this audience could have brought this audience here together except Tufan. Talking about a human being, Tufan has never asked me to treat him like a VIP, as somebody who I love his music. He comes into my office, sits there patiently, never asks for any special treatment, waits like everybody else. It's been a pleasure, it's been an honor, and Tufan Can, miracles do happen. You've seen it in my office. You've touched the patients who should be dead 5 years ago, and they're still alive and kicking. Yeah. I want you to do the same. You don't just live for you. You do not just live for you. If it was just for you, it'd be simple. It's easy to end it all. You live for all these people. Yes. In my business, I touch one life at any time. If I'm in a room with somebody, I'll touch their life only, maybe the family members. When you sing, when you moved, what you've done, you've touched the country. Wow. There are not too many people who come and go this world and touch the world like you have touched. And therefore, it's my honor and pleasure to continue doing what I'm doing for you at any price. Anything I could do, I do with pleasure. I would do it for your comrades, and I tell you this seriously here tonight. Our singers do smoke a lot. Please, for the God's sake, for the Tufan's sake, stop
smoking. I make a courageous offer tonight here. This is not the business. I do not need the business. I see 50 cancer patients a day in my office. I do not anymore need any business. What I'm telling you, everybody here, for any singer, artist, whatever you want to call yourself, who's a smoker, I will personally take upon myself to pay for any type of screening I need to do to save your life. Come to me. I'll help you out. I'll take it upon myself. I'll pay for the CAT scan. I'll pay for the blood test. You guys don't live for you. You live for everybody in this community. We are proud of you. You gotta live to keep the smile to people's faces. And please, nobody wants to be in Tufan's situation tonight. I beg you. Last word, I would not be able to do what I've done if it was not because of Ebi here. Azizjan, come on over here, please. Come. This man picked up Tufan last night at 2 in the morning after he got a blood transfusion from Cedars. I can call him at any time of the day or night. He could be at work or not work. He will drop everything he needs to drop, and he shows up at my office for the littlest injection. Ozzy has made sure that if we've needed any CAT scans, PET scans, anything that needs to be done is been done at the time and the place that it needs it to be done. God bless you. I wish we all be lucky enough to have people around us like Ebi and Ozzy. And God bless you, Tufan. It's been a pleasure, and keep on getting better. Dr. Nasir, I would like to present you with these flowers for all you've done for Tufan during the past 10 months. It's my pleasure to have you here tonight. Pleasure is mine. Thank you, Kianjan, to do what you've done. God bless you. And keep on doing what you're doing. Thank you. میخوام از پیروز عزیز دعوت کنم بیاد روی استیج. ما یه کاری گفتیم بکنیم با پیروز عزیز که سه تا از بهترین آهنگای طوفان رو به صورت مدلی درآوردیم. اگه اجازه بدین که یه خاطره بشه از دوران گذشته که بالاخره این آلبوم ها در اومد و همه باش خاطره داریم. تنها چیزی که من میخوام بگم به قول اندی عزیز چه احساس قشنگی بلدی عکس کنه عکس پاره
عکسی که رنگی نداره، اما یادش توی رکام خونه گرمه وقتی تنهام، یاد روز با تو بودن قصه یه عشق و سنودن، عکسی که من با تو تنهام خنده خوشگیده و لبام، سر من پشونه تو دستای تو توی دستان، با من یادت همیشه توی رکام خونه جاری، گرچه عکس کهنه تو مونده تنها یادگاری، کاشکی زنده شه دوباره لحظه هامون توی عکسا، یا که برگرده دوباره باشه دیروز جای فردا، عکسی که من با تو تنهام خنده خوشگیده رو لبام، سر من روشونه تو دستای تو توی دستان، گرچه عکس کهنه تو مونده تنها یادگاری، کاشی زنده شه دوباره لحظه هامون توی عکسا، یا که برگرده دوباره باشه دیروز جای فردا، عکسی که من با تو تنهام بنده خوشگیده رو لبام، سر من روشونه تو دستای تو توی دستام، دستش با بهای رنگه سبز زار چشماش تابلوی قشنگه، اون که مثل بارون پاک و سبز سازه، یک شراب کهنه است یک نسیم تازه، اون تایی که هر جا با منی همیشه، واسه من تو دنیا هیچ کی تو نمیشه، چشات رنگ میزنم میخوام بهار بیاد دست بکشه روی تن گلها، اون که با من محرمه ساده مثل بچه هاست، قلب بزرگش مثل یه دشت بی انتهاست، اون که مثل بارون پاک و سبز سازه، یک شراب کهنه است یک نسیم تازه، اون تویی که هر جا با منی همیشه، واسه من تو دنیا هیچ کی تو نمیشه، پنجرم و رنگ چشاد رنگ میکنم میتون بهار بیاد دست بکشه روی سر گل ها، اون که با من محرمه ساده مثل بچه ها، قلب بزرگش مثل یه دشت بی انتهاست، اون که مثل بارون
پاک و سبز سازه، یک شراب کهنه است، یک نسیم تازه. اون تویی که هر جا با منی همیشه، واسه من تو دنیا هیچی طوفان نمیشه. از غصه لبریز یه راه آشنا، یه رو به خونه، یه همراه عزیز و مهربونه. زمستونا که خیس زیر بارون، یه چشمنداز غمگین خیابون. دیگه نجوای عاشقانه ای نیست، دلش خونه همیشه از زمستون. تو پاییز به تنش لباس زرد برگه، به مستون به سرش جای بارون تگرگه. تو برفا میخونه برای سیاه کلاغه، اما اون تو فکر هوای سبز باغه. برگای پاییز خودش خالی، دلش از غصه لبریز. یه راه آشنا، یه رو به خونه، یه همراه عزیز و مهربونه. شبای برفی که تو خواب نازی، خیابون خالی و تنها بیداره. نه گنجشک و پرستویی، نه آبه، نه شباش داره حتی یک ستاره. تو سرما خیابون همیشه بیقراره، تو فکر رسیدن به اول بهاره. امیدش همینه که باز در بیاد آفتاب، درختی که خشک جوونه در بیاره. از برگای پاییز خودش خالی، دلش از غصه لبریز. یه راه آشنا، یه رو به خونه، یه همراه عزیز و مهربونه. زمستونا که خیس زیر بارون، یه چشمنداز غمگین خیابون. دیگه نجوای عاشقانه ای نیست، دلش خونه همیشه از زمستون. Love you, Tufan. اجازه بدیم من اول امشب از بند آقای امیر بدخش تشکر کنم و اعضای گروهشون. واقعا سنگ تموم گذاشتن امشب، دستتون در نکنه بچه ها.
بله به افتخار ایران و ایرانی دستان چنانی مرسی از همه شما عزیزان و امید دیدار. توفان جان سلامت باشی که یه همچین میهمانی رو تدارک دیدی و ما جمع شدیم دور هم دیگه. مرسی. اما یاد